کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت 39. در آن دوران مخالفین توانستند توجه آدمهای ساده‌لوح و ضعیف را از راه انتشار فهرست نام 100 نفر از شخصیت‌های موافق سلطنت به سوی خود جلب کنند. این فهرست شامل افسران ارشد، بازرگانان و صاحبان صنایع و سیاستمداران بود با ذکر ارقام سرمایه‌هایی که هر یک از آنان از ایران خارج کرده بودند. این ارقام سرسام‌آور که طبعاً ساختگی بود در تهییج افکار عمومی مؤثر افتاد. نخست وزیر به خاطر مبارزه با این سمپاشی‌ها و آرام کردن افکار عمومی با صدور بیانیه‌ای افرادی را که نامشان در این فهرست ذکر شده بود ممنوع الخروج اعلام کرد. افتادن در این دام به اعتبار کسانی که آن دروغ را رواج داده بودند افزود و نابسامانی بسیار به بار آورد. آرامشی که پس از بر سر کار آمدن تیمسار ازهاری به وجود آمده بود دیری نپایید. در آغاز ماه محرم، یعنی سوم محرم، برابر با 12 آذر ماه، یک بار دیگر اختشاش به پا شد. خمینی از اقامتگاه خود در نوفل و شاتو نوت‌های آتشین ضبط شده خود را به ایران می‌فرستاد و این نوارها در سراسر کشور پخش می‌شد. از آن پس هزاران هزار نفر در کانون‌های خانوادگی خود به سخنان این مرد متعصب که فرمان به نابودی همه چیز تا استقرار نظام جدید اسلامی می‌داد، همچون آیه‌های آسمانی گوش می‌دادند. در طول شب‌هایی که از سوی خمینی تعیین شده بود، دقیقاً سر ساعت 8 شب مردم به روی بام‌ها می‌رفتند و به طور دست جمعی فریاد برمی‌آوردند الله اکبر. این کلمات که از دوران کودکی برایم دعای آرامش بخش به شمار می‌رفت، اینک تبدیل به کلماتی هراس‌انگیز شده بود که با شنیدن آن خون در رگ‌هایم منجمد می‌شد. من با خود می‌گفتم کسانی که موفق شوند دعا را به فریادی از بغض و کینه بدل کنند دشمنان مذهبند. خمینی از مردم خواسته بود که روزهای 19 و 20 آذر ماه، یعنی روزهای تاسوعا و عاشورا، در سراسر کشور به تظاهرات بپردازند و یک بار دیگر مسئله نحوه مقابله با این تظاهرات مطرح شد. چون حکومت نظامی برقرار بود، تیمسار اویسی اعتقاد داشت که باید از به خیابان آمدن آشوبگران جلوگیری کرد و آمادگی خود را برای عکس العملی شدید اعلام کرد. اما همسرم در پیروی از اعتقادات خود با این پیشنهاد موافقت نکرد. بنابراین ارتش تانک‌های خود را از مرکز تهران فراخواند و به حضور بی خطر خود پیرامون ساختمان‌های دولتی اکتفا کرد. جمعیت تظاهر کننده شهر را به تصرف خود درآوردند و به مدت 2 شعارهای ضد سلطنت در همه جا شنیده می شد و برای نخستین بار آشوبگران خواستار استقرار جمهوری اسلامی شدند. پادشاه وقایع را در خاطرات خود این چنین توصیف می کند: در این هنگام بود که اعتصاب‌های وسیع سیاسی برای به زانو درآوردن کشور آغاز شد. تهران و شهرهای بزرگ هر روز چند ساعت فاقد برق بود. وسایل نقلیه عمومی تعطیل شد. کارمندان سازمان آب و شبکه نفت و بنزین و سپس بانک‌ها و وزارتخانه‌ها اعتصاب کردند. هدف این کوشش‌ها فلج کردن فعالیت مردم ایران بود تا دولت در مقابل ویرانگران ناچار به تسلیم شود. مردم بیکار و سرگردان و در نتیجه خشن و ناراضی در کوچه‌ها و خیابان‌ها قدم می‌زدند. کارگران و کارمندانی که از شرکت در اعتصاب خودداری می‌کردند مورد تهدید قرار می‌گرفتند. ما به خوبی می‌دانیم که برای فلج کردن شبکه توزیع برق یا نفت 5 یا 6 نفر کافی است و همین باعث شد که اعتصاب انقلابی توفیق یابد. اوایل دی ماه تیمسار ازهاری که فقط 6 تصدی نخست وزیری را به عهده داشت دچار حمله قلبی گردید و دیگر نتوانست به کار خود ادامه دهد. کشور کاملا فلج شده بود و حتی 1 بشکه نفت نیز از ایران خارج نمی شد.
در آن زمان پادشاه به فکر انتخاب غلام حسین صدیقی به مقام نخست وزیری افتاد. صدیقی که در کابینه محمد مصدق سمت وزیر کشور را به عهده داشت، از احترام قابل ملاحظه‌ای در همه محافل برخوردار بود. دکتر صدیقی این پیشنهاد را پذیرفت و برای تشکیل دولت خود 2 هفته مهلت خواست و این در شرایط دشوار آن روز کشور زمانی بس طولانی بود. در این موقع تیمساران اویسی و مقدم که مسئولیت امنیت مملکت را به عهده داشتند از من تقاضای ملاقات کردند. آنها از وخامت اوضاع صحبت کردند و تاکید کردند که اگر پادشاه در 2 یا 3 روز آینده نخست وزیر جدیدی انتخاب نکند، بیم آن می رود که انقلابیون به کاخ سلطنتی حمله کنند. آنها شاپور بختیار را برای احراز این سمت پیشنهاد کردند و اضافه کردند که به گمان آنها او با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد. من سخنان آنها را برای پادشاه نقل کردم. همسرم با این انتخاب مخالفتی نداشت. بختیار به عنوان یکی از رهبران جبهه ملی به گروهی تعلق داشت که به قانون اساسی وفادار بودند. برخی از اطرافیان در این باره با آقای بختیار صحبت کرده بودند و چنین به نظر می رسید که او برای نخستین ملاقات حاضر نبود به کاخ بیاید. بنابراین من به همسرم پیشنهاد کردم که او را در منزل همسر داییم لوئیز قطبی که با بختیار خویشاوندی داشت ملاقات کند. پادشاه با پیشنهاد من موافقت کرد و من با بختیار ملاقات کردم. من او را نمی‌شناختم و از همان ابتدا درباره نبود آزادی و وجود ارتشا صحبت کرد. من یادآور شدم که کشور در خطر است. او به اطلاع من رساند که یکی از شرایط قبولی این سمت آزاد کردن کریم سنجابی، یکی از رهبران جبهه ملی و دوست اوست. من نتایج گفتگویمان را به آگاهی پادشاه رساندم و او امر به آزادی سنجابی داد و نخستین ابتکار سنجابی قبل از حرکت به سوی نوفلوشاتو مدح خمینی بود. چون این مشکل حل شده بود، بختیار به کاخ آمد. پادشاه در این باره می نویسد: و اگر اشتباه نکنم، سپهبد مقدم شخصا وی را شبانه و در خارج از ساعات متعارف ملاقات به کاخ نیاوران هدایت کرد. بختیار در این ملاقات مکررن نسبت به مقام سلطنت ابراز وفاداری کرد و کوشید به من ثابت کند که تنها کسی است که می تواند در آن دوران دشوار دولت را تشکیل دهد. او می گفت مایل است تمام ترتیبات مندرج در قانون اساسی را رعایت کند. این شرایط برای من قابل قبول بود. در همان زمان بعضی از شخصیت ها خصوصا سفرای آمریکا و انگلیس پادشاه را به ترک موقت ایران به مدتی کوتاه تشویق می کردند و معتقد بودند که رفتن او به آرام شدن کشور کمک خواهد کرد. آقای بختیار همین عقیده را داشت. این خبر به سرعت در همه جا پخش شد، خصوصا در میان امرای ارتش که پادشاه فرماندهی آنها را به عهده داشت. افسران و سربازان ما که از وضع مملکت به ستوه آمده و چند ماه پیش شاهد فرار عده‌ای قابل توجهی از بلندپایگان کشور بودند، حضور پادشاه را در ایران لازم می دانستند. تیمسار عباس قره‌باغی، رئیس ستاد ارتش، به طور خصوصی به من گفت اگر پادشاه ایران را ترک کند، ارتش از هم پاشیده خواهد شد. بعضی از افسران از جمله خسروداد پیشنهاد کردند که تا آرام شدن وضع پادشاه در جزیره کیش اقامت کند و آمادگی خود را برای هر گونه جانفشانی در صورت لزوم اعلام کردند. عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز که به ملاقات من آمده بودند همین اعتقاد را داشتند. بعضی از نمایندگان از ترس آنکه پادشاه ایران را ترک کند حتی به من پیشنهاد کردند که مردم ولایت خود را برای مبارزه با انقلابیون مسلح کنند. در طول هفته‌های اخیر اغلب این افسران و نمایندگان و افراد خانواده آنها تهدید به مرگ شده بودند و بعضی از آنها در نخستین ماه‌های استقرار جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. شخصاً فکر نمی‌کردم عزیمت پادشاه راه حلی برای از میان بردن کینه‌ای باشد که ناآگاهانه در دل مردم راه یافته بود. اما همسرم به این نتیجه رسیده بود که اگر این پیشنهاد موجب جلوگیری از خونریزی شود، باید آن را پذیرفت. از خود می‌پرسیدم
در اندیشه مردی که طی 37 سال همه لحظات زندگی خود را وقف مملکت و مردمش کرده و هدفی جز خروج کشور از عقب ماندگی نداشته و در حال حاضر در نهایت بی‌انصافی طرد شده چه می‌گذرد؟ او به خاطر مبارزه دوگانه‌ای که در طول سال 1357 با آن دست به گریبان بود، یعنی مبارزه آشکار علیه خمینی و مبارزه پنهان علیه بیماری، توانش را به کلی از دست داده بود. علی‌رغم همه دشواری‌های روزافزون، پروفسور فلاندرن سفرهایش را به تهران قطع نکرد. خواندن دوباره آنچه که او به پروفسور ژان برنارد نوشته است، مرا به محیط خفقان آور آن ماه‌ها در ایران باز می‌گرداند. طی سال 1978 پس از درگذشت آقای علم است که اوضاع لااقل برای ما مشکل می‌شود. هنگام آخرین سفرمان به ایران یقیناً به خاطر دارید که چه اشکالاتی برای ورود به کاخ داشتیم و یا اوقاتی را که در انتظار دوستمان صفویان و به امید رسیدن اتومبیل تیمسار ایادی برای گذشتن از گارد محافظه کاخ در کوچه قدم می زدیم. در گذشت آقای علم و برکناری تیمسار ایادی موجب شد که ترتیبات معمول که دور از انظار انجام می گرفت تغییر کند، هرچند که نحوه استقبال و پذیرایی از ما کماکان و بر مبنای شیوه گذشته ادامه یافت. محازا اندک اندک اقامتهای ما دشوارتر می شد، زیرا دیگر امکان سکونت در خانه همیشگی برای ما وجود نداشت و مجبور بودیم در هتل اقامت کنیم و کوشش کنیم تا حد ممکن از اتاقهای من خارج نشویم. هرچه بر شدت رویدادها افسوده می شد، تمایل کمتری به خروج از هتل احساس می کردیم، زیرا اختشاشات، قطع مکرر برق و تظاهرات خیابانی گاه صورت شورش به خود می گرفت، تا جایی که ملاقات کوتاه یک شنبه صبح ما را نیز مشکل تر می کرد. بیمار همچنان خوش برخورد بود، ولی مدت ملاقات ها کوتاه شده بود و خصوصا در آخرین دفعات او را بسیار نگران و عصبی یافتم. از نظر پزشکی بحث ما در اطراف انواع داروهای آرامش بخش اعصاب و تجویز یا عدم تجویز آن می گذشت. دوستمان صفویان در قالب موارد مرا در این ملاقات ها همراهی می کرد. آخرین سفر من آخر دسامبر 1978 39 دیدار من با پادشاه بود که 35 بار آن در ایران انجام گرفته بود. در آخرین ملاقات وضع بیمار زیر فشار و تنشی آشکار که به نظر خطرناک می رسید دگرگون شده بود. من او را در حالی که به اخبار یک شنبه صبح رادیو گوش می داد معاینه کردم. آری، پادشاه به کلی خسته و ناتوان شده بود و تصمیم قطعی گرفته بود موقتاً کشور را ترک کند. اما ناامیدی وفادارانش، خصوصاً افسران ارتش، مرا سخت متأثر می کرد و به همین جهت از او خواستم اجازه دهد در ایران بمانم. من به هیچ کاری دخالت نخواهم کرد، هیچ کس رو نخواهم پذیرفت و فقط همچون نشانی از حضور شما در اینجا در این کاخ خواهم ماند. او اندوهگین در جواب من گفت لازم نیست نقش جاندارک رو بازی کنی، و از من خواست در کنارش بمانم. دی ماه فرا رسید، برف می بارید و همسرم در خاطراتش چنین نوشت: آخرین روزهای اقامت در تهران سخت دشوار بود و شبها با بیخوابی گذشت. می بایست روزها همچنان به کار خود ادامه دهم و حالان که تاریخ حرکت نزدیک و نزدیک تر می شد. اندوه عمیقی اندک اندک کاخ را در بر گرفته بود. در درون کاخ آدم‌ها چون موجوداتی بیروح در رفت آمد بودند و من گاه به گاه بعضی از آنها را می‌دیدم که به آرامی می‌گریستند. به آنها می‌گفتم که ما باز خواهیم گشت و آنها مایل بودند سخن مرا باور کنند، همانطور که ما نیز چنین آرزویی داشتیم. همه ما از یک واقعیت رنج می‌بردیم و از خود می‌پرسیدیم تاریخ ما را به سوی کدامین فاجعه می‌کشاند.